درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. مجلس شورای اسلامی دوره 12 خود را آغاز کرد. ده ها تن از جمله دو عضو ارشد حماس در حمله هوایی سنگین اسرائیل به رفح کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل با اشاره به خیزش های اخیر در ایران علیه جمهوری اسلامی گفت خواهان انقلاب است. نرگس محمدی فعال زندانی حقوق بشر و برنده نوبل صلح در نامه نوشت یاد بود رئیسی در سازمان ملل گرامی داشت اعدام و کشتار است. نشریه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش کرده که آمریکا با قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه ایران در شورای حکام مخالفت کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند در یک برنامه تلویزیونی گفت باور دارد که از سوی خدا انتخاب شده است. و گردبادهای مرگبار در مناطق مرزی آمریکا در مناطق مرکزی آمریکا جان دست کم 18 تن را گرفته است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 27 ماه می 2024 میلادی برابر است با 7 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. مجلس شورای اسلامی دوره 12 خود را امروز دوشنبه 7 خرداد ماه با حضور مقامات لشکری و کشوری آغاز کرد و رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان خواست تا به گفته او وقت کوتاه مجلس را صرف مسابقات بیفایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی نکنند. آغاز به کار این مجلس یک هفته بعد از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه صورت می‌گیرد که به مرگ این دو و 6 تن دیگر منجر شد. تصاویری از این دو مقام سابق بلندپایه جمهوری اسلامی در مجلس جدید نصب شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت گشایش مجلس 12 گفت که مجلس باید آرامش بخش و امیدآفرین و دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد. گزارش خبرگزاری های ایران هاکی است که در جلسه امروز نمایندگان سوگند یاد کردند و هیئت رئیسه سنی مجلس انتخاب شد. علاءالدین بروجردی با 74 سال سن ریاست سنی مجلس را بر عهده گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است تا روز سه‌شنبه انتخاب شود و تا کنون محمد باقر قالیباف، مجتبی زرنور و منوچهر متکی برای این سمت اعلام نامزدی کردند. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل با اشاره به خیزش های اخیر در ایران علیه جمهوری اسلامی گفت خواهان انقلاب است و مردم ایران می دانند که اگر از شر این رژیم خلاص نشویم کشور محکوم به فناست. شاهزاده پهلوی در این گفتگو به سوال‌های متعدد خبرنگار اشپیگل درباره موضوعاتی چون درخواست برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران تا موضعش درباره ساواک و سیاست‌های پدرش پاسخ داد. او درباره ضرورت تغییر رژیم کنونی ایران گفت قیام اخیر یک انقلاب بود، یک واکنش اصیل در برابر ظلم بود. شاهزاده رضا پهلوی درباره این خیزش افزود تظاهر کنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. علی خامنه ای که به عنوان رهبر انقلاب نماینده این نظام است حداقل از توی 80% جامعه ایران طرد شده است. رژیم با همه ابزارهای سرکوب که در اختیار دارد این قیام را در هم شکست. فرزند شاه فقید ایران تاکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر از همیشه است و دچار اختلاف شده و بخشی از ارتش و شبه نظامیان ابراز نگرانی می کنند که در صورت تشدید تنش اولین قربانیان حملات انتقامی خواهند بود. در حال حاضر ریزش هایی وجود دارد. اشپیگل درباره شاهزاده رضا پهلوی نوشت بزرگترین فرزند پادشاه سابق ویژگی های پدرش را دارد، اما به این حال او نرمتر و میان روتر از پدرش به نظر می رسد.
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سؤال این نشریه آلمانی درباره عملکرد ثبات با تاکید بر اینکه نارسایی هایی در حکومت پیشین ایران وجود داشت گفت این نقد بجایی است. من به این موضوعات در کتاب هایم آشکارا اشاره می کنم. با این حال اغراق نامتناسبی در حقایق به ویژه توسط اسلامگرایان تندرو و مارکسیست ها نیز وجود داشته است. به خواستاران شد که در این باره مورخان تحقیق کنند. شاهزاده رضا پهلوی درباره تحریم سپاه هم گفت دولت های خارجی باید با تحریم های بیشتر به ویژه سپاه پاسداران فشار بر رژیم را افزایش بدهند. او درباره نوع نظام سیاسی آینده ایران هم گفت ایرانیان باید در انتخاب شکل بعدی حکومت خواه پادشاهی پارلمانی یا جمهوری آزاد باشند و از طریق صندوق رأی تصمیم گیری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران را به طور تلبیحی تایید کرد. ناصر کنعانی امروز دوشنبه هفتم خرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران گفت در خصوص ادعای غیر مستقیم در برخی از شبکه ها نکات خاصی برای عرض ندارم. این سخنان در واکنش به برخی اخبار غیر رسمی بیان می شود که حاکی از سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به آقای شمخانی از فروردین ماه امسال است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه اظهارات خود بدون تکذیب این خبر گفته است که مذاکرات درباره رفع تحریم ها با اشراف بر راهنمایی مقامات بالادستی نظام پیش برده می شود و هیئت مذاکره کننده رایزنی های خود را در جهت رفع تحریم ها ادامه خواهد داد. علی باقری کنی که به دلیل مرگ حسین امیر عبداللهیان در سانحه سقوط بالگرد در جمع اردیبهشت ماه هم اکنون سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی شده مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شمخانی از فروردین ماه مسئول این پرونده است و طرح نام او در روزهای اخیر بی ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری آینده بعد از مرگ رئیسی نیست. منابع بیمارستانی فلسطینی میگویند که در حملات هوایی یک شنبه شب ارتش اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه دست کم 45 تن کشته شدند. چادرهای آوارگان جنگ غزه هدف قرار گرفت و تعدادی هم در شعله های آتش گرفتار شدند. آمار تلفات این حمله صبح روز دوشنبه هفتم خرداد ماه ابتدا 35 تن اعلام شده بود. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرده و گفته است که حمله به یکی از تاسیسات حماس صورت گرفته و دو شبه نظامی ارشد حماس را کشته است. وزارت دفاع اسرائیل هویت این دو عضو حماس را یاسین ربیع و خالد نقار معرفی کرده است. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه حماس است گفته است که کشته ها بیشتر از زنان و کودکان هستند و ده ها تن نیز زخمی شدند. این حملات به رفح دو روز بعد از آن صورت گرفت که دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل خواست به حملات نظامی خود به رفح پایان بدهد. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برخی موانع و محدودیت های موجود بر سر راه استفاده اوکراین از سلاح‌های غربی باید برطرف شود. ینس استولتنبرگ که روز دوشنبه در جریان نشست مجمع پارلمانی ناتو در صوفیه پایتخت بلغارستان سخن میگفت تاکید کرد دستان اوکراین به دلیل محدودیت در استفاده از تسلیحات ارسالی توسط متحدان غربی برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک روسیه بسته است. استولتنبرگ در همین راستا بار دیگر با اشاره به محدودیت‌های از این دست خاطر نشان کرد که چنین موانعی به تضعیف اوکراین در دفاع از خود در برابر حملات ارتش روسیه منجر شده است. بسیاری از کشورهای غربی با طرح پیش شرطی از اوکراین خواستند که از سلاح‌های ارسالی آنها تنها در داخل خاک این کشور به اضافه مناطق تصرف شده ای همچون کریمیه و دونباس استفاده کنند و به کارگیری آنها در حمله به خاک روسیه اجتناب ببرزند. نرگس محمدی فعال زندانی حقوق بشر و برنده نوبل صلح در نامه‌ای با اشاره به قصد سازمان ملل برای برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در روز دهم خرداد ماه نوشت روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامی داشته چوبه های دار، اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران است. محمدی در این نامه که روز دوشنبه هفتم خرداد ماه در اینستاگرامش منتشر شده نوشت
وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را که تا روز مرگش ابزار سرکوب یک ملت بود در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسانی صلح طلب و دموکرات را از دست داده‌اند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر، شکنجهگران و جلادان مرگ‌آفرین دیگری در جاهای دیگر جهان سر بر نیاورند. با وجود انتقادها از پیام‌های تسلیت مقامات برخی کشورها برای مرگ رئیسی، جدول اعلام شده برنامه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل نشان می‌دهد که قرار است در 78th مجمع عمومی سازمان مجلس یادبودی برای رئیسی در روز 10 خرداد ماه برگزار شود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. عباس راقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی روز گذشته در رابطه با حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا مدعی شد که یکی از آثار عملیات طوفان الاقصا که بسیار هم مهم است افزایش تنش‌های هسته‌ای به دلیل تهدیدات هسته‌ای اسرائیل است. به گفته او تهدیدات اسرائیل دیگران را مجبور می‌کند که در موضع هسته‌ای خود بازنگری کنند. عراقچی به حمله تلافی جویانه اسرائیل به یک پایگاه در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای ایران در استحان اشاره کرد و افزود که این حمله خطرات موجود را نشان داد. عراقچی ضمن اشاره به سابقه حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در عراق و سوریه در گذشته و دو عملیات تخریبی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی و کشورهای عربی بر این باورند که خاورمیانه باید خالی از سلاح هسته‌ای باشد.
نشریه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش کرده که دولت جو بایدن به متحدان اروپایی فشار می‌آورد تا قطعنامه پیشنهادی خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را پس بگیرند. این نشریه به نقل از دیپلمات‌ها گفته است که در حالی که بریتانیا و فرانسه مشغول تهیه طرحی علیه تهران هستند، جو بایدن مخالف چنین اقدامی است، زیرا می‌خواهد از تشدید تنش‌ها با تهران قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز امسال جلوگیری کند. به گفته آنها، ایالات متحده همچنین تعدادی دیگر از کشورها را تحت فشار قرار داده تا از رأی به این قطعنامه خودداری کنند و با آنها گفته که این همان کاری است که واشنگتن انجام خواهد داد. وال استریت ژورنال گفته است که دیپلمات‌های اروپایی ظاهرا مستاصل شدند، زیرا احساس می‌کنند که ایالات متحده در تلاش است تا در رویکرد آنها مانع ایجاد کند. با این حال، یک مقام آمریکایی این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که واشنگتن با شرکای اروپایی خود پیش از نشست ماه آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت هماهنگ است. مجتبی زنوری نایب رئیس دوم مجلس 11 شورای اسلامی با اذعان به تضعیف جایگاه قوه مقننه در جمهوری اسلامی گفت که اگر مجلس یک سال تعطیل شود هم هیچ کس ککش نمی‌گزد. زنوری که از نامزدهای ریاست 12 دوره مجلس شورای اسلامی هم محسوب می شود، روز یک شنبه در نشستی با منتخبین مجلس 12 عنوان کرد: امروز مجلس در جایگاه خود نیست، حال آنکه هر جا بحث قانونگذاری است به مجلس شورای اسلامی مربوط می شود و باید این قدرت به مجلس بازگردد تا به رأس امور برگردد. اظهارات این عضو جبهه پایداری در ادامه با انتقاداتی از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 شورای اسلامی همراه بود که گفت اگر یک نماینده بخواهد وزیری را استیضاح کند، هیئت رئیسه نفوذ می کند و مانع استیضاح می شود و اینکه امروز حتی آیین‌نامه داخلی مجلس اجرایی نمی شود. وی سپس گفت اگر مجلس یک سال تعطیل شود هیچ کسی ککش هم نمی گزد. باید در مجلس تحول ایجاد شود تا تغییر ایجاد شود. نیاز به تغییر غیر قابل اجتناب است تا مجلسی کارآمدتر از گذشته وجود داشته باشد. رضا شهابی و داوود رضوی اعضای زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه سرگشاده به نمایندگان تشکل‌های کارگری جهان در 112 نشست سازمان جهانی کار از بی‌توجهی این سازمان به نقض حقوق کارگران در ایران انتقاد کرد. این دو فعال کارگری با اشاره به عدم اقدام مؤثر سازمان جهانی کار در قبال شکایت 19 سال پیش سندیکای کارگران شرکت واحد، این سازمان را به بی‌تفاوتی در مقابل سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش کودکان کار در ایران متهم کردند. نشست سالیانه سازمان جهانی کار بین روزهای 16 تا 27 خرداد ماه برگزار می شود و قرار است که نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی و شماری از تشکل‌های کارگری وابسته به آن در این نشست شرکت کنند. رهبران کره جنوبی، چین و ژاپن روز دوشنبه در یک نشست کم سابقه در کنار توافق برای گسترش روابط تجاری بر هدف خود برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره مجدداً تایید کردند. این نشست یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی، لی چیانگ نخست وزیر چین و فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن را در سئول گرد هم آورد. در حالی که کره شمالی به طور رسمی در دستور کار قرار نداشت، ساعتی قبل از دیدار سران سه کشور پیونگیانگ اعلام کرد که به زودی یک ماهواره جاسوسی دیگر را در مدار قرار خواهد داد. این اقدام ناقض تحریم‌های سازمان ملل است که این کشور را از آزمایش با استفاده از فناوری موشک بالستیک منع کرده است. یون و کشیدا در یک نشست مطبوعاتی مشترک از پیونگیانگ خواستند تا برنامه پرتاب این ماهواره جاسوسی را لغو کند. رهبر کره جنوبی هم گفت که این اقدام صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را تضعیف می‌کند. رئیس جمهور کره جنوبی همچنین هشدار داد که اگر کره شمالی چهارمین پرتاب ماهواره جاسوسی خود را انجام بدهد، جامعه جهانی باید واکنش قاطع نشان بدهد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ویست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در ویست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکال میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز دوشنبه 7 خرداد ماه اعلام کرد که به دلیل کشته یا زخمی شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسما از ارتش اسرائیل شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران در شکایت خود از داستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند خواسته که علیه ارتش اسرائیل به دلیل مرگ دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه پرونده جنایت جنگی تشکیل بدهد. این دومین بار در یک هفته گذشته است که سر و کار اسرائیل با دیوان کیفری بین‌المللی می‌افتد. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت باور دارد که از سوی خدا انتخاب شده است، در حالی که انتخابات چند مرحله‌ای پارلمانی هند به پایان خود نزدیک می شود. مودی در این برنامه تلویزیونی گفت من متقاعد شدم که خدا مرا برای هدفی فرستاده و کار من بعد از رسیدن به هدف تمام خواهد شد. به همین دلیل است که خود را کاملا وقف خدا کردم. مودی که امیدوار است در زمان اعلام نتایج انتخابات عمومی در 4 جون برای سومین دوره پیروز شود، افزود که تاکنون هر کاری کرده تحت راهنمایی خدا انجام شده، اما خدا طرح و برنامه کلی خود را برای او تشریح نکرده است. نخست وزیر هند در ادامه گفت خدا ورقهای خودش را رو نمی کند، فقط مرا مجبور به انجام کارهایی می کند و من نمی توانم مستقیما به او زنگ بزنم که بپرسم کار بعدی چیست. از نارندرا مودی با عنوان نخست وزیری عوامگرا یاد می شود که تلاش می کند هند را از یک دموکراسی سکولار به یک حکومت هندو بدل کند.
یه روز یک شنبه دست کم 18 تن در اثر گردبادها و طوفان‌های قدرتمندی که مناطق مرکزی ایالات متحده را درنوردید و رد وسیعی از ویرانی به جای گذاشت کشته شدند. این طوفان‌ها و گردبادها که در ایالت‌های تگزاس، آرکانزاس، اوکلاهوما و کنتاکی رخ داده، همچنین صدها تن را زخمی کرده و باعث ویرانی تعداد زیادی خانه و قطعی برق برای حدود 500 هزار تن شده است. بنا به گزارش‌ها، تیم‌های جستجو روز یکشنبه لبلای آبارهای بجامانده از طوفان‌های گردبادی که دشت‌های جنوبی آمریکا و مناطق اوزارک را درنوردید، همچنان در جستجوی قربانیان هستند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.